در خط خبرها، کشف یک جسد در سرک دارلمان همه را شوکه کرد. دیدار بیخبرک معاشرت رشید دوستم از یار دیرینش و یادآوری محقق در مورد تاریخ ازبک ها با هزاره ها که باور نکردنی است. افراد ناشناس در سمنگان دو پایه برق وارداتی را منهدم کرد. طالبان مضامین درسی را در ولایت هرات اجباری کردند. ترور بزرگترین فرمانده پس از قاسم سلیمانی که خامنه‌ای را خشمگین کرده است. شمار آوارگان در سراسر جهان تکان دهنده است. سلام و سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی، خوش آمدید. لطفاً چنل را سابسکرایب کنید. کشف یک جسد در سرک دارلمان کابل. شماری از باشندگان کابل با فرستادن ویدیوی از کشف یک جسد در جاده دارلمان خبر می‌دهند. این ویدیو ساعت 7:20 بامداد روز دوشنبه 2 جوزا ثبت شده است. افراد دور بر این جسد میگویند که او روز گذشته در این جاده جان باختند، اما هنوز کسی جسدش را منتقل نکرده است. بر روایت مردم، او گدایگر بوده که هر بامداد از سوی پسرش روی دوش کنار جاده گذاشته می شود تا برای او پول گدایی کند. خبر بعدی، افراد ناشناس در سمنگان دو پایه برق وارداتی را منهدم کردند. منابع محلی در ولایت سمنگان تایید می کنند که دو پایه برق وارداتی در این ولایت با انفجار ماین منهدم شده است. منابع محلی در ولسوالی خلم ولایت سمنگان و روزنامه 8 صبح می گویند که پایه های برق وارداتی در نزدیکی تنگه تاش خرمان ساعت 10:30 یک شنبه 1 جوزا از سوی افراد ناشناس منفجر شده است. با گفته منابع، پایه های برق با یک حلقه ماین منهدم شده است. انهدام و انفجار پایه های برق در این ولایت بی پیشینه است. تا اکنون کسی مسئولیت این ماین‌گذاری ها را بر دوش نگرفته است. خبر بعدی، طالبان مضمون تجوید را در دانشگاه هرات اجباری کردند. طالبان در هرات به گونه اجباری در تقسیم اوقات درسی دانشگاه هرات مضمون تجوید را اضافه کردند. منابع روز 1 شنبه 1 جوزا میگویند که طالبان در دانشگاه هرات اعلام کردند که باید تمام دانشجویان این دانشگاه در تمام رشته ها تجوید را بیاموزند. بسیاری از دانشجویان هرات میگویند که طالبان فضای دانشگاه را با فضای درسی مسجد تغییر میدهند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، بسیاری از استادان دانشگاه هرات از کشور خارج شده و یا استعفا دادند. از همین رو در بسیاری از ساعات درسی استاد برای حضور در سنف وجود ندارد و طالبان با اضافه کردن مضمون‌های دینی شماری از افراد خود را به عنوان استاد استخدام کردند. خبر بعدی، ترور نظامی ایران در تهران. رئیسی وعده انتقام داد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، ترور حسن صیاد خدایی، یکی از نظامیان آن کشور را به عوامل خارجی نسبت داده و گفته تردید ندارد که انتقام خون او حتمی است. رئیسی در یک کنفرانس مطبوعاتی که پیش از سفرش به عمان در میدان هوایی مهرآباد تهران برگزار شد، خواستار پیگیری جدی این رویداد از سوی مسئولان امنیتی کشور شد. این در حالی است که روز گذشته روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در اعلامیه اعلام کرده است که مدافع حرم سرهنگ پاسدار صیاد خدایی عصر روز 1 شنبه در خیابان مجاهدین اسلام تهران کشته شده است. گفته می شود که او در داخل موتر در نزدیکی خانهش هدف 5 گلوله قرار گرفته است. مدافعان حرم به نظامیان و شبه نظامیان اطلاق می شود که نیابت از ایران در جنگ سوریه حضور داشتند. رئیس جمهور ایران این ترور را به خارجی ها نسبت داده و گفته است که در این جنایات بدون شک دست دشمنان جهانی به آن دیده می شود. آقای رئیسی افزوده است که کسانی که در میدان از نیروی مدافع حرم و حرم شکست خوردند به این شکل می خواهند استحصال خود را نشان دهند. بر بنیاد گزارش ها، حسن صیاد خدایی، نظامی ایرانی که هنگام خروج از خانهش با 5 گلوله 2 موتورسیکل سوار کشته شده، کانال تلگرامی سپاه ایران عکسی از خانواده و اقوام حسن صیاد خدایی در صحنه تیراندازی را منتشر کرده است. صیاد خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز این ترور را محکوم کرده و آن را کار ترورهای کردل خوانده است.
هنوز خبری درباره دستگیری عوامل این ترور منتشر نشده است. رئیس جمهور ایران در حال از انتقام ترور این نظامی ایرانی سخن میگوید که پیش از این نیز رهبران ایران در واکنش به ترور افراد مانند جنرال قاسم سلیمانی، محسن فخریزاده وعده انتقام سخت دادند اما در عمل اقدام نکردند. شماری از تحلیلگران نزدیک به سپاه پاسداران ایران این ترورها را به اسرائیل نسبت می‌دهند. اسرائیل به طور معمول درباره این ترورها سکوت می‌کند. اکنون می‌پردازیم به دیدار بی‌خبرک مارشال دوستم با دیدار یار و دوست دیرینه‌اش محمد محقق در شفاخانه انقره. محمد محقق چنین نوشته است: برادر روزهای دشوار، یک روز که آسمان کشور سر مردم ما باران غم میبارید و ستاره اقبال هزارها غروب کرده بود و پیکر پاک و خون نشسته مزاری پیشوا در مسیر راه پانزروزه از غزنه تا یکاولند بود و مردم و مسئولان حزب وحدت در شوک ناشی از دست دادن رهبرشان بودند، این دوستم بود که در کنار مردم ما ایستاد شد و گفت: او مردم هزاره، اگر مزاری امروز در بین ما و شما نیست، برادر شهید مزاری جنرال دوستم زنده است، در کنارتان هستم و از ارمانهای شهید مزاری حمایت میکنم. امروز هم که دنیا کجرفتاری میکند، در شفاخانه بستری بودم و از عمل جراحی 3 ساعته بیرون شدم. باز تنها برادر روزهای دشوار، روزهای غرب کابل، روزهای قتل عام مزار، روزهای ولخا و دره صوف، مارشال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار جنبش ملی اسلامی افغانستان باز هم حق برادری و همسنگری را ادا کرد. همراه برادرزاده هایم حاجی باتور دوستم رئیس شورای مرکزی حزب جنبش و یار محمد دوستم قماندان به شفاخانه گووین در انقره و عیادت و احوال پرسی هم آمده بودند که یک جهان سپاسگزارم. انشاءالله در وطن عزیز ما افغانستان روزی در شرایط صلح و با همی در کنار هم خواهیم بود. خبر بعدی، شمار آوارگان جنگ در جهان به شمول افغانستان از مرز 100 میلیون تن گذشته است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده است که برای اولین بار شمار مردمی که به علت درگیری ها در جهان آواره شدند به شمول اوکراین و افغانستان از مرز 100 میلیون تن گذشته است. فیلیپو گراندی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هنگام نشر گزارش تازه این سازمان میگوید که این رقم باید به عنوان زنگ خطر و بیدار باش برای اقدامات بیشتر برای ترویج صلح و رسیدگی به همه علتهای آوارگی اجباری عمل کند. او افزوده است که تعداد افرادی که مجبور به فرار از جنگ و خشونت، نقض حقوق بشر، آزار و شکنجه شده اند اکنون برای اولین بار در تاریخ از مرز 100 میلیون تن عبور کرده است. این شمار افراد به علت جنگ در افغانستان، اوکراین و دیگر کشورها آواره شدند. گراندی تصریح کرده است که 100 میلیون رقم فاحشی است و همان اندازه نگران کننده است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده است: این رکودی است که هرگز نباید ثبت نشود.